جلد دوم از کتاب 4000 واژه درس پنجم بخش داستان می 29 1953 29 می 1953 Today is the most important day of my life امروز مهمترین روز زندگی منه Today امروز is هستش the most important day مهمترین روز of my life از زندگی من Today is the most important day of my life. امروز مهمترین روز زندگی منه. I finally climbed Mount Everest. من بالاخره از کوه ایورست رفتم بالا. I finally من بالاخره climbed بالا رفتم از Mount Everest. کوه ایورست. اون MT مخفف Mount هست به معنای کوه. The tallest mountain in the world. یعنی بلندترین کوه در جهان کلمه تالس یعنی بلندترین The tallest mountain یعنی بلندترین کوه In the world در جهان بلندترین کوه جهان The top of the mountain was amazing یعنی بالای کوه معرکه بود کلمه amazing یعنی معرکه فوقلاده شگفتاور The top of the mountain بالای کوه was amazing مرکه بود it felt like we were close to heaven انگاری که ما نزدیک بهشت بودیم it felt like انگاری که we were ما بودیم close to heaven نزدیک بهشت it felt like we were close to heaven the snow was so thick that my boots sank میگه برف به قدری زخیم بود که چکمای من فرو رفت یعنی توی برف فرو رفت The snow یعنی برف was بود so thick that به قدری زخیم که my boots sank یعنی چکمه هام فرو رفت کلمه heaven یعنی بهشت کلمه thick یعنی زخیم کلمه boots یعنی چکمه ها یا پوتین ها کلمه سنگ گذشته سینک است به معنای فرو رفتن یا غرق شدن The air was silent یعنی هوا ساکت بود هوای اونجا ساکت بود The air یعنی هوا هوای اونجا was silent silent بود ساکت بود کلمه silent یعنی ساکت I looked at the beauty that surrounded me یعنی من به زیبایی که منو احاطه کرده بود نگاه کردم ببین I looked at یعنی من نگاه کردم به the beauty that به زیبایی که surrounded me من احاطه کرد کلمه ایس یعنی احاطه کردن محاصره کردن Maybe my story will be a legend someday شاید داستان من یه روزی افسانه بشه Maybe شاید my story داستان من will be خواهد شد a legend یه افسانه someday یه روزی کلمه یه legend یعنی افسانه بنابراین میگه maybe my story will be legend someday شاید داستان من یه روزی افسانه بشه I want people to remember this forever یعنی من میخوام که مردم اینو برای همیشه به خاطر بسپرن ببین I want people to من میخوام که مردم remember this به خاطر بسپرن اینو forever برای همیشه I was the senior explorer in my group یعنی من کاوشگر ارشد بودم تو گروهمون تو گروه هم ببین I was من بودم the senior explorer کاوشگر ارشد in my group توی گروه هم کلمه سینیر یعنی ارشد کلمه اکسپلورر یعنی کاوشگر and I knew we needed proof of our claim و من میدونستم ما برای سودمون به مدرک نیاز داریم منظورش اینه که برای اثبات سودمون به مدرک نیاز داریم کلمه کلایم اینجا به معنی سعود هستش ببین میگه اند و I knew یعنی من میدونستم we needed proof ما به مدرک نیاز داریم ما به پروف نیاز داریم we needed proof of our claim ما برای اثبات سودمون به مدرک نیاز داریم I took many pictures with my camera یعنی من با دوربینم یه عالم عکس گرفتم ببین take pictures یعنی عکس گرفتن take picture یعنی عکس گرفتن گذشتش میشه took picture اوکی اینجا میگه I took many pictures یعنی من یه عالم عکس گرفتم with my camera با دوربینم I'll put them in a frame and hang them یعنی من اونا رو توی قاب میذارم و آویزونشون میکنم از که به دیوار خونم می آویزمش یا آویزونشون میکنم I'll put them یعنی من اونها رو میذارم این فریم توی قاب and hang them و آویزونشون میکنم آویزونشون میکنم رو دیوار منظورش اینه خب اینجا هم که گفتیم یه کلمه سینیر یعنی ارشد و کلمه فریم هم یعنی قاب On the mountain یعنی روی کوه روی کوهستان the air was very cold یعنی هوا خیلی سرد بود the air یعنی هوا هوای یعنی اونجا واز بودش very cold خیلی سرد I wrapped my coat around my body یعنی من پالتوم رو پیچوندم دور بدنم کلمه wrap یعنی پیچوندن دیگه I wrapped my coat یعنی من پالتوم رو پیچوندم around my body دور بدنم I looked over the side of the mountain top یعنی من کناره های قله کو رو بررسی کردم کلمه look over یعنی بررسی کردن ماینه کردن چک کردن معمولا وقتی شما یه چیزی رو خیلی سری بررسی میکنی یا ماینهش میکنی میشه look over اینجا هم همینه میگی میگه I looked over یعنی من بررسی کردم خیلی سریع the side of the mountain top یعنی کناره های قله کو رو یعنی من کناره های قله کو رو سریع بررسی کردم From that angle یعنی از اون زاویه کلمه angle یعنی زاویه From that angle یعنی از اون زاویه فقط اینجا بگم کلمه mountain top یعنی قله کو بالای کو From that angle از اون زاویه I saw the border of the clouds touch the rocks below یعنی من دیدم لبه های ها رو که لمس میکنن صخره های پایینو ببین I saw. یعنی من دیدم The border of the clouds یعنی لبه ابرها رو touch لمس میکنن The rocks below یعنی صخره های پایینی رو یعنی من از اونجا لبه ابرها رو میدیدم که صخره های پایین رو لمس میکنن The snow was thick یعنی که برف قلیز بود منظور که برف اونجا برف کوهستان قلیز بود The snow یعنی برف برف اونجا was thick یعنی قلیز بود it looked pure یعنی ناب به نظر می رسید خالص به نظر می رسید it looked به نظر می رسید pure خالص ناب there was no sign of modern life یعنی هیچ اثری از زندگی مدرن نبود ببین there was no یعنی وجود نداشت sign of modern life نشونی از زندگی مدرن یعنی هیچ اثری از زندگی مدرن نبود هیچ نشونی از زندگی مدرن نبود یه بار دیگه There was no sign of modern life هیچ اثری از زندگی مدرن نبود Dozens of years ago یعنی هزاران سال قبل Dozens of years ago My ancestors saw the world this way یعنی اجداد من دنیا رو این شکلی دیدن My ancestors یعنی اجداد من saw the world یعنی دیدن دنیا رو this way اینجوری اوکی okay, کلمات قرمز این پاراگراف رو بگیم کلمه رپ یعنی پوشوندن انگل یعنی زاویه بوردر یعنی مرز لبه هاشیه thick یعنی زخیم کلفت، قلیز ancestors یعنی اجداد بریم پاراگراف آخر After 15 minutes یعنی بعد از 15 دقیقه after 15 minutes بعد از 15 دقیقه i knew it was time to proceed down the mountain من میدونستم وقتش شده بود که از کوهستان بیایم پایین ببین i knew من میدونستم it was time to یعنی وقتش بود که proceed down یعنی بیایم پایین as the mountain کوهستان who the whole team congratulated us یعنی کل تیم به ما تبریک گفتن The whole team یعنی کل تیم congratulated us تبریک گفتن به ما کلمه congratulate یعنی تبریک گفتن My superior John Hunt praised us all یعنی ارشد من جان هانت همه ای ما رو تحسین کرد My superior ارشد من جان هانت جان هانت praised us all همه رو تحسین کرد کلمه پریز یعنی تحسین کردن I sent messages to my relatives to tell them that I was safe یعنی من پیغام هایی به خیشاوندان هم فرستدم که به اونا بگم در امان بودم ببین I sent messages یعنی من پیغام هایی فرستدم to my relatives به خیشاوندان هم to tell them that که بهشون بگم که I was safe در امان بودم But it was hard to leave the mountain so quickly. ولی مشکل بود که کوهستان را اینقدر سریع ترک کرد. But ولی it was hard to سخت بود که leave the mountain ترک کنیم کوهستان را so quickly اینقدر سریع. I wanted to enjoy the incredible sight even longer یعنی من دلم میخواست حتی بیشتر از این منظره باور نکردنی لذت ببرم ببین I wanted to یعنی من دلم میخواست که یا من میخواستم که enjoy لذت ببرم the incredible sight یعنی از این منظره باور نکردنی even longer حتی بیشتر خب کلمات پاراگراف آخر رو یه بار دیگه بگیم proceed یعنی رفتن به جهت مشخصی رفتن رو میگن پروسید کنگراتولیت یعنی تبریک گفتن سپریر یعنی ارشد پرایز تحسین کردن relative خیشاوند اینکردبل باور نکردنی اوکی بچه ها این پایان کلمات دست شماره پنج بود امیدوارم که دوستش داشته باشید بچه ها بچه ها دوست داشتید حتما ما لایک کنید و اگه سوال داشتید حتما کامنت کنید من به همه سوالات پاسخ میدم و اینکه بچه ها تا حالا عضو کانال ما نشدید اون کلید سابسکرایب یا مشترک شدن که قیم زنگ رو بزنید اینجوری عضو کانال میشید و یه زنگولم بعد کنارش میاد اگر اون زنگولم کلیک کنید کمک میکنه بلا فاصله بعد از اینکه ما ویدیوی منتشر کردیم ویدیو برای شما فرستاده بشه بتونید ویدیو رو تماشا کنید بازم مرسی که تا این لحظه با ما بودید ممنون از شما روزتون بخیر خدا نگهدار